بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان محترم، شما را خوش آمدید میگم به یک دیگری از ویدیوهای آموزشی در مضمون اقتصاد خرد با ما جودیه هویدا. ما قبلا روی بعضی از موارد چون کالاها بحثای خود را داشتیم. نویت های از او کالاها را بر شما به معرفی گرفته بودم که انواع مختلفی از کالاهای را ما شما مثل کالاهای اقتصادی داشتیم، کالاهای مرئی یا قابل دید یا قابل لمس داشتیم، تمام اشیاء و لوازم ساختمان و اینا بود، کالاهای غیر قابل دید یا نامرئی بود که شامل مو خدمات بود، تمام خدمات که چی آموزش ها هست، چی کارهای خدماتی، انتقالات، حمله و موتر و اینا بود، تمامش روش بحث کردیم. و همچنان روی کالاهای، بعضی از کالاهایی که ما امروز بحث داریم میپردازیم به تشریح از این کالاها که ما کالاهای مصرفی داریم. کالاهای مصرفی به کالاهای گفته میشود که پس از تولید آماده مصرف میباشد. این کالاها قطعاً میتونن که بعد از اینکه تولید میشن قابل مصرف باشن و همچنان این کالاها دوباره پس مصرف دوباره ندارن. مثلا اگر ما شما بعضی از مواد غذایی را که تهیه میشه استفاده میشه یا ظروف یک بار مصرفی که استفاده میشه، استفاده بار دوم از او تجویز نمیشه، یا بعضی از موادی است که با یک بار استفاده تمام میشه، خلاص میشه یا مؤثریتش تمام میشه، اینو بهش میگن کالاهای مصرفی. کالاهای سرمایوی کالاهایی هستند که باعث به وجود آمدن کالاهای دیگه میشن. یعنی این نوع کالاها صرف برای مصرف نیست، بلکه برای تولید کننده کالاهای دیگه هم استفاده میشه. بعضی از ماشین‌آلاتی که تهیه میشه یا مثلا بعضی از ما ماشینالات تهیه میکنیم، ماشین پرنت یا پرنتر، این خود پرنتر چی تولید میکنه؟ مثلا پرنت میکنه و کاغذ های دیگر تهیه میکنه. یا مثلا ما شما تولید میکنیم بعضی از کالاها را به خاطر سرمایه گذاری، نه به خاطر از اینکه به فروش باشه، بلکه تنها به خاطر فروش نیست، بلکه به خاطر سرمایه گذاری ها ما شما بعضی از کالاها را تیار و تهیه میکنیم. و این کالاها هم گفته تولید کالای دیگری است که کالاهای سرمایوی، کالاها یا کالاهای تولید به کالاهای گفته می شود که در جریان تولید جهت تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، مانند ماشین آلات تولیدی. هدف از تولید کالاهای سرمایوی در نهایت مصرف است که به طور غیر مستقیم در جریان پروسه تولید انتقال ارزش می کند. این به این مفهوم است که به یک بارگی مصرف نمی شه، اما ممکن است وقتی که ما شما را تولید میکنیم این خود انتقال ارزش میده، که در ویدیوهای قبلی هم به شما اشاره کرده بودم که این انتقال ارزش به خاطر میگیم که چیزهای دیگه را دوباره تولید میکنن. مثلا ما ماشین خیاطی تولید میکنیم، ماشین خیاطی را تولید کردیم، خود خیاط که از او استفاده میکنه روش سرمایه گذاری میکنه، ماشین خیاطی لباس را تولید میکنه. متوجه هستین؟ این مورد را که ماشین آلات و تمام مواردی که دوباره از او باعث سرمایه استفاده میشه و کالاهای سرمایوی است. یا موتر تولید میکنیم، باز در موتر دوباره خدمت تولید میشه، دیگرها انتقال میافند و به یک بارگی هم از بین نمیرن. کالاهای مکمل، کالاهای مکمل به کالاهای گفته می شود که به موازات یکدیگر یا با موازات یکدیگر مورد تقاضای مشتری قرار می گیرد. چی معنا؟ یعنی این کالاها کالاهایی هستند که متمم و مکمل یکدیگر هستند. مثلا اگر یک شخص تمایل دارد که چای شیرین بنوشه، چای را میگیره، بورش تکمیل کنندهش است. یا مثلا بوت را میگیره، رنگ تکمیل کنندهش است. یا موتر را تولید میکنه، تیر تکمیل کنندهش است. یا مثلا میخواد یک چیز را، یک متن را ناشته کنه، کاغذ را میگیره، قلم تکمیل کنندهش است. یا مثلا یک لباس را میدوزه که میخواه بسته باشه، زنجیرک یا می کش یا تکمه چیش است؟ مکملش است. به همین صورت یا پتلون را میگیره، امی بلوز تکمیل کنندهش است، یا بلوز و پتلون را گرفته بود تکمیل کنندهش است. اینی مواردی است که موازی با همدیگر گرفته میشه، یک جای با یک دیگر گرفته میشه. این کالاها را به نام کالاهای مکمل هم میگن. کالاهای جانشین،
قابلیت جانشین را به یکدیگر دارند. کالاهای جانشین به کالاهای گفته می شود که برخی از کالاها قابلیت جانشینی بر کالاهای یکدیگر را دارند، مثل شکر به جای قند. می توانیم که از شیرنی بوره و شیرنی قند استفاده کنیم. می توانیم از نوشابه هایی که مثلا یک نوشابه گازدار است کوکاکولا، یک نوشابه دیگه است مثلا پارادایز، هر دوی از گازدار استفاده کنیم. انرژی های مختلف در بشوری ما قرار داره، می توانیم یکی از اون را به جای یک دیگه استفاده کنیم. یا مثلا یک جای می خواهیم بریم با یک موتر مثلا مرسدس است، می توانیم که جانشینی از اون با یک موتر دیگه که مثلا سراچه است یا کرولا است ما می توانیم استفاده کنیم و مو کار خود انجام بدیم. یا مثلا دوست داریم یک لباس را با تکه کتان استفاده کنیم، میشه که از تکه نخی یا لیلون هم به جای از او استفاده شود. کالاهای جانشین به می کالاها گفته می شود که می تواند که قابلیت جانشینی دارد. کالاهای با دوام، کالاهای با دوام به کالاهای گفته می شوند که با یک بارگی مصرف نمیشه، زود از بین نمیره، حداقل از 5 الی 15 سال عمر دارن، یعنی عمر اقتصادیشان تا می حد میباشه. وسایل بزرگی که ما در خانه می خریم قیمت بالاتر نسبتا دارن، مثل یخچال برای یک روز دو روز یک ماه دو ماه نمی خریم. یخچال را می گیریم حداقل توقع داریم 15 یا 10 سال مورد استفاده قرار بگیره. تلویزیون را خریداری می کنیم، با یک بار فلم دیدن نمی خوایم او را برطرف کنیم یا تبدیل کنیم یا دور کنیم. یا ماشین های کالشویی، ماشین خیاطی، ماشین آش، تمام این وسایل که دوام بیشتر از یک سال یا الی 5 تا 10 سال دارن کالاهای با دوام گفته می شوند. کالاهای بی دوام، کالاهای بی دوام به کالاهای گفته می شوند که با یک بار مصرف چی میشه؟ از بین میره. که در هر یکی از این کالاها بر شما مسلایت ها را که گذاشتیم، تصاویر را که ماندیم، به خاطر از اینکه بهتر برتان مورد توجه قرار بگیره، در هم یک تصویر را بر شما گذاشتیم. اما خوراکه ها هستند بی دوام، مثلا تاریخ بسیار کمتر را دارن. ماست را شما میگیرین از دو روز الی سه روز نمیتونه نگهداری کنین. شیر را شما تازه میگیرین حتی از یک روز الی دو روز اگر یخچال نباشه نمیتونه استفاده کنین. بی دوام هستن، زود استفاده میشن. بعضی از پوشاکه ها هم هست که استفاده کمتر از 6 ماه و 1 سال داره و از بین میره. و یا ای که ما مجبور هستیم رو چی کنیم؟ مثلا تبدیل کنیم، مثل بوت، مثل عینک، مثل بعضی موارد دیگه هست از پوشاک. یا بعضی از چیزهایی را برای خانه خریداری میکنیم که بی‌دوام‌تر میباشن. دیگه وسایل و اینا هست که اینا همچنان بعضی از وسایل که مثلا تیل، گاز وقتی که استفاده میشه بی دوام است، الی یک هفته دو هفته از بین میره یا خلاص میشه. یا مثلا با یک بار مصرف از بین میره. چوب را میسوزانیم خاکسترش دیگه بر ما دوباره روشن نمیشه، دوباره مو حرارت و گرمی رو نداره. اینه هم برش میگن کالاهای بی دوام. کالاهای لوکس، کالاهای لوکس به کالاهای گفته می شود که مشتری از روی روند یک نواخت استفاده یک جنس چی میشه؟ خسته میشه و کالاهای تجملی و لوکس را میخواد استفاده کنه. یک موتر داره که با او مثلا میتونه که روز خود را بگذرانه و امو ضرورت خواهد رفع بساده، اما این یک مقدار آید بلندتر به دست آورده، میخواد یک موتر مدل بالاتر استفاده کنه. هیره برش میگن یا موترهای لوکس استفاده کنه. یک خانه داره بسیار کوچک، وقتی سرمایه دار میشه میخواد خانه های بسیار بزرگ و با مفشن و با امو امکانات بسیار بالایش داشته باشه. یا مثلا یک لباس دار عادی که روز خود با او میتونه بگذرانه، زندگی خود میتونه بگذرانه، اما آید از این بلند میره، میخواد که اشیا و یا کالاهای لوکس را استفاده کنه که این هم به مو ذوق و روند عایداتی یک فرد ارتباط میگیره. و همچنان کالاهای عمومی، کالاهای عمومی بسیاری از کالاهایی هست که این افراد نمیتونه بر کل یک کشور تهیه کنه و از تولید از این عاجز هستن. اینا را تا که دولت کمک نشه نمیتونن که این تولیدات داشته باشن. مثلا ساختن سرک ها از عهده یک شرکت بیرون است که کل سرک های یک کشور را بسازه، از عهده یک شرکت بیرون است که پل های هوایی کل کشور را بسازه، از عهده یک شرکت بیرون است که امنیت کل یک کشور را بگیره، تمام تولیدات دفاعی و ملی و همچنان شهرداری، از عهده یک فرد یا یک شرکت دور است که تمام شهر را سرسبز بسازه و خصوصا پاک بسازه، میز بالادانی و اینایی که از طرف دولت گذاشته شده.
یا یک شفاخانه یا دو شفاخانه نمیتونه که تمام نیازهای مریضان یک کشور را رفع بسازه، در حالی که دولت چندین شفاخانه های دولتی را هم اعمار کرده. کالاهایی است که بر عموم مردم است، بیشتر غیر انتفاعی است و بیشتر بر عموم مردم است و از اینا همگی میتونه که استفاده کنه. بس شد و ما و شما بعضی از موارد دیگه هم داریم که شاید از قلم امی مضمونتان افتاده باشه. شما برش فکر کنیم که کدام کالاهای دیگه هم داریم که میتونه که مثلا رفع نیازمندهای انسانها را انجام بده. و همچنان ما و شما در سلایدها و ویدیوهای بعدی به بازار میپردازیم، به پول و همچنان موارد دیگه که شامل اصطلاحات خود امی اقتصاد است. و یک روشنی در مورد بازار بر شما میگم که بازار محل تلاقی یا محل ملاقات عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان است، یعنی جایی است که عرضه کننده تقاضا کننده را میبینه، ملاقات میکنه و همچنان تبادل جنس میشه، تبادلات پول صورت میگیره. و پول که است یک وسیله است که میتونه که وسیله داد و ستد باشه یا وسیله تبادله باشه، که روی از این ما و شما در ویدیوها و سلایدهای بعدی انشاءالله بحثهای خود را خواهد داشتیم. ما و شما در خلاص درس امروزی ما روی کالاهای مصرفی بحث داشتیم که کالاهای مصرفی چگونه است، پس از مصرف دیگه قابل استفاده نیست. کالاهای سرمایوی داشتیم که به خاطر سرمایه او تولید میشه. کالاهای مکمل داشتیم که تکمیل کننده هم دیگر است، با موازات مشتری استفاده میکنه. کالاهای جانشین داشتیم که میتونه اگر او نباشه جانشین چه استفاده کنیم، که من مثال نوشابه و اینا رو به شما دادم. کالاهای با دوام است که مدت استفاده ازی بسیار طولانی است. کالاهای لوکس داریم که مشتری از یک روند یا استفاده یک نواخت یک جنس خسته میشه و از این کالاها استفاده میکنه. همچنین کالاهای عمومی داشتیم که مبحث کالاهای عمومی هم بر شما به تشریح گرفته شد و همچنین بحث بازار و بحث پول و عاید اینا به ویدیوهای بعدی گذاشته شد، چرا که وقتتان ایجاب نمیکنه که اینا رو صورت مفصل و تشریح بر شما بگیرم. و انشاءالله که از درس امروزی یک چیز آموخته باشین، فرق بین کالاها را هم کرده باشین، تفکیک کرده باشین. شاید گاهی اوقات شما با کالاهای سر میخوردین که اسمش را نمیفهمیدین که چی نوع یک کالا است، یا برای یک فرد گفته نمیتونستین که این چی نوع یک کالا است. با استفاده از این کلیپ شما فرق بین کالاهای مختلف را فهمیدین. تا ویدیوهای بعدی که باز ما دوباره در خدمتتان قرار میگیرم، شما را به الله یکتا می‌سپارم. الله حافظ و ناصرتان. تشکر.